بسم الله الرحمن الرحیم درس دهم ده تجوید ما در این درس میخواهیم که حرکات حروف عربی را شرح کنیم خود این جدول شما می بینین که ما یک سه کلمه جور کردیم یکیش فتحه است یکیش دمه است یکی کسره که نمی فتحه دمه کسره ایده به نام حرکات حروف میگن که هر کدام از یک حرکت حساب میشه در کالم فتحه ببینین ما علاوه از که رنگ سیاه داریم بعضی از حروف به رنگ آبی است که حروف مفخم است حروفی است که پر تلفظ میشه مثل خا مثل صاد مثل داد مثل تا مثل زا مثل غاین مثل قاف اینا حروف مفخم هستند که یا بسیار در وقتی که ای در فتحه حرکت داده میشه بسیار متوجه باشیم که درست تلفظش کنیم و در کالم در کالم دمه تنا را دمه است و در می کالم فتحه اگر متوجه باشین ما حرف را را ام آوردیم به فتحه را در فتحه و را در دمه مفخم خوانده میشه و را در کسره رقیق یا نازک خوانده میشه خب این باز پس آنها زیادتر سرش بحث میکنیم آل فعلا همه قبول که همی ما فعلا کلی را می که یک بار به دستان بتیم بعد از او خودتان که زیادتر تحقیقات کنین و زیادتر پرکتیس کنین زیادتر پیدا کنین هدف ما از این جدولی است که ما امی تلفظات تلفظ حرکات دمه و فتحه و کسری حروف یاد میگیریم و اینمی اینمی ای ای حرکات تلفظش بالای حروف قرآنی ما تطبیق میکنیم و نباید این از جدول خارج شیم اگر از این جدول ما میبرایم از است که ما به عربی تلفظش نمیکنیم یا به فارسی تلفظش میکنیم یا به دری تلفظش میکنیم یا به پشتو تلفظش میکنیم یا به یک زبان دیگه تلفظ میکنیم خب مهم امی است که باید خود دینمی فتحه و دمه و کسری نظامی خود بگیریم اکثریت افغان در کالم فتحه و در کالم کسره مشکل تلفظ دارن و دمه ایقا مشکلات ندارن خب میریم سعی کنین که چی رقم تلفظ میکنیم سعی کنیم ا او ای الف کسر رو ای تلفظ کردم ای انگلیسی با بو بی بای کسر رو من بی انگلیسی تلفظ کردم تا تو تی تای عربی رو من در کسر تی انگلیسی تلفظ کردم خو ثا ثو ثی جا جو جی ها حو حی در سر خا عرف خا که آمدیم خا را خو گفتیم که حروف مخ... مفخم است است رنگش رنگشان به آبی رسم کردیم نامی از این حرف که هست خا 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 یک کم دراز زیاد یک, یک مد داره خا اما وقتی که تلفظش میکنیم د فتحه میشه خا خو خی د دو دی ذ ذو دی را رو ری ز زو زی س سو سی ش شو شی ناله دا دا صاد دا داد دا تا د زا ای ارچار از این مفخم است د فتحه میشه سا سو سی دا دو دی تا تو تی زا زو زی دا عین که آمدیم عین حرف مفخم نیست نرم است ایره فقط میخوانیم که ا او ای غوین که است ای مفخم است میشه غا غو غی ف فو فی قاف در سر حرف قاف که آمدیم ای بسیار متوجه باشین که قاف از جمله حروف مفخم است و ای و ای تلفظی از که است بالا خوانده میشه مثل مثل غا مثل خا میشه قا قو قی کاکوکی للولی معمومی نانونی خو خب و ها -هو -هی. دیگه ما جدول پورا کردم انشالله که شما اینمی رو پرکتس میکنین یک چیز را که من برای شما اینجا یک مثال برتم بدم اگر شما متوجه باشین ما ما همیشه وقتی که در شروع درس میگم میگم بسم الله الرحمن الرحیم شما خوب متوجه باشین که من بای بسم الله را من بی انگلیسی تلفظ میکنم از همو خاطر من بسم الله میگم بیس میل میمام کسره میل میگم بسم الله الرحمن را را میگم رحمن الرحیم متوجه شدین حالا؟ که ما چرا این رقم تلفظ میکنم به خاطر که امی بسم الله الرحمن الرحیم ما در این موبایل جدول است از این جدول استخراج میشه صدا خود دست راست سوال اینجا یک چند تا حروف ما مادیم ببینیم که چی رقم تلفظ میکنیم بعد از این باز ما و شما مجبور هستیم که در آینده بسیار پرکتیس کنیم چرا این ای 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 حرکات و تلفظات حروف عربی و و قرآن خواندن با تجوید با ترتیل و با مخارج حروف ای بسیار پرکتس کار حرف لغت اول اگر ما با دری تلفظ کنم خو ای خبیس است خبیس نه؟ اگر ما ای را به عربی تلفظ کنم و به قسم نمی چیزایی که در حرکات من انداختیم ای حرف خواسته خوا وقتی که فتحه داشته باشه خوا میشه خبیث خبیث ربنا ربنا را را بلند خونده میشه پر خونده میشه ربنا اکبر اکبر میبین در آخر ما دان خدا پر میگرم الله اکبر الله اکبر پر گرفتم متوجه باشین که وقتی که ما نماز میخوانیم الله اکبر بگوییم الله اکبر نگویم با از پیش بعضی مردم امی رایش تر لرزه میگیره مثلا ای رقم الله اکبر این غلط است ما چی رقم باید بگیم آخر را را پر بگیم الله اکبر اللهم ربنا اللهم ربنا وقتی که شما بعد از تشهد و بعد از درود اللهم ربنا آتنا میخوانین ایره باید ربنا نخوانین ربنا لغت دیگه رو ببینین که من قبل اون گفتم ای ما ای از الرحمن می میشه کنین ما من میخوانم ما نمی من میخوانم الرحمن رای الرحمنه ما را می الرحمن و دیگه ایش که هستم ایده اگه فارسی بخوانید میگین غیری الحساب این غاین که است حروف مفخم است این غا خوانده میشه و اه اه را که هست کسره داره ری خوانده میشه و حساب و, و ها که هست کسره داره در دا حساب حی خوانده میشه نی میشه غای ریل حساب آخر به استاد میکنم اما قلقلش میکنم باونس بک میکنم بازی زیر پسان میم حال مطلب همه قیم سر حرف دنیمی غایر الحساب ما سر حرف غاین فشار مندازم که رو متوجه باشین و سر حرف رای کسره و سر حرف های کسره خب و آخرین آخرینش که ما در فارسی رو میخوانیم قیوم قیوم اما در عربی این ما گفتیم که قاف از جمله حروف مفخم است و قاف تلفظ فتحش میشه قا, قا. قا. قایوم قایوم خب امید است که شما این درس دهم متوجه شده باشین و این بسیار مهم است حتی خوب خوب قاریاره که شما تلاوتش و تلفظش شما اگر دمی جدول پرتین ببینین که تقریبا 50 فیصدش تلفظشون اشتباه دیگه در درس 11 هم ما راجع به مد اصلی و مد طبیعی راجع به او بحث میکنیم آیست هایست پیش بریم و پرکتس خود قوی کده میریم انشالله روز شبه که جدول بر ما همه ترده ذهن ما تا که کس بگه ا ای او کلش بفاهمیم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>